سلام و درود رفقا، حالتون چطوره؟ به چنل خودتون خوش اومدید. آقا اومدیم با رستوران ضیافت که بعد از مدت فکر کنم آخرین باری که یه ویدیو در موردش ساختیم یک سال و نیم پیش بود. الان اومدیم با تغییراتی که کرده، با امکانات به روزتری که شده، میخوایم بریم یه ویدیو ازش ببینیم. امیدوارم خوشتون بیاد. سلام علیکی، چی داری با بچه ها؟ اگه بکنو که بریم سراغ ویدیو. سلام به همه عزیزای دل خودم، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش و خرم. بچه ها حرف زیادی نمیزنیم، لایک کامنت سابسکرایب یادتون نه، بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. د ویار خبره ده چې په خپل وطن کې داسې په نړیوال معیار رستورانت لرو. څومره هیوادونو ته مسافرونه کړی دي. And I get to see every single country, but my favorite is Afghanistan because you got the best. توریست خارجیه داخل چیزش اومده. من یه لحظه تعجب کردم به خاطر همون. You've got incredible food. You've got the comforts of the west, but the exoticness. تاسو د ویډوګانو ډیر شوقي دي، ټول زما مننه. ار پورته چې لاړ شو تاسو ویډوګانی یو بس مونږ یو ګور. آره میگم اصلا خیلی هم به امکاناتش به روسته شد. صحبت میکردم من منتظر بقیه جا شدم من فقط که من فقط غذا شدم دیگه با اون نوشیدنی و اینا دیگه. نه واقعا شیکه فامیلی ماسک شپکال روستا وطن تا تغییرات دیر اقلی دیر خسته شده دیر ماشاءالله امنیت خوده. Not only is it beautiful as a restaurant, but everything I eat agrees with my stomach and it tastes amazing. این اونا چیه؟ اینا رو من داخل ترکیه هم دیدم، با گوشت و اینا انگار قاطی میشه. حالا نمیدونم، شاید من اشتباه میکنم، ولی همچین چیزی رو دیده بودم. ولی خیلی هم خوشمزه است، با گوشت چرخ کرده درست میکنن. درسته. ولی خیلی ساده تر، مثلا این مثلا سبزی که روش هست نداره. درسته. ساده شو من دیدم به خاطر همونه. بیر ماشاءالله بیر خوده مقدر خطر موندم انتخاب کنیم یه باشو بوندم دستگاهی به روز و آره دیگه همه چی رو به روز رو بردن. در ورودیشه بعد این رستوران نیست. خدای شیکه، خدای شیکه. آقا این رستوران نیست، ببین آسانسور داره. بعد اصلا چجوری راهشون میدن؟ ما رو راه نمیدن دیگه اینجا بخوایم بریم. هرچی مایداره میان اینجا دیگه. ضیافت برش واقعا عالیه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. د سنرایز افغانستان لیدونکو هیله ده ټول روغ جوړ او خوشاله اوسئ. سباون مومن یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. لیدونکو چیرته راغلیم؟ دلته تاسو نوم وینئ. ضیافت دا چې زمونږ لیدونکو مونږ سره ډیر پیغامونه شریک کړي او د هغوی وینا وه چې تاسو پخوا په ضیافت رستورانت کې خبرونه چمتو کړې وي. مونږ ته مو ضیافت رستورانت خودلې، مونږ بل اخره دغه رستورانت خوښ کړو او جلوی در ورودی شه دیگه. میگم اصلا خیلی پیشرفته است، اصلا فکر نمی‌کنی مثلا رستورانی شه، ببین تالار عروسی مثلا چیزی بعد باشه. جای دیگه اش هم نشون میده فعلا. ببینم چه دیگه اصلا حتی داخلی شه اینا همه بعد نشون بده. ضیافت رستورانت او تاسو سره به دې رستورانت داسي نوی موضوعات هم شریک کوم. وګورو که سیلانیان سره مخ شو یا افغانان سره، غ افغانان سره مخ شو چې له بهر هیوادونو څخه راغلي، داسې بهرنیان سره که مخ شو هغوی سره به خبرې اترې ولرو. خو پیل کې لا ډیر معلومات بدلته په ضیافت رستورانت کې ترلاسه کړو. واقعا دا د ویاړ خبره ده چې نن په خپل وطن کې داس یو رستورانت لرو. شماره تماسش هم گذاشتن، گفتن هر وقت خواستی تشریف بری تو این رستوران. آره بابا این نمیزه باشن در طبقه فامیلی و اگر آقایان باشن در طبقه مردانان راهنمایی. استاد ضیافت رستوران
زمانی که مهمانان ما وارد رستوران ضیافت میشه توسط یکی از کارمندان ما خوش آمدگویی میشود و با لب خندان زنها روبرو میشود. در اینجا یعنی جلوی در ورودیش ببین دو نفره درسته. یکی که در رو باز براشون میکنه که میگه بفرمایید داخل، یکی هم که اینجا وایستاده که مثلا چیز بشه لوژ خانوادگیش اینا هم که الان دیگه باید نشون بده که اینا مهمانان ما که بخش رزرویشن دارن یا بوکینگ از قبل کردن به خاطر راهنمایی از اون مهمانای ما هستن. راهنماییشون میکنه که از کدوم طرف قسمت رسیدن توسط کارمندان ما، اگر فامیلی باشن در طبقه فامیلی و اگر آقایان باشن در طبقه مردانان راهنمایی میشن. پس جدوه آره مثلا اگه با خانو نه ببین داره میگه اگه فامیلی باشه مثلا با خانواده بیان یه قسمت جدا براشون میذارن که خیلی راحت تر باشن. بعد دیگه مردونه هم اگه بیان مثلا مجردی چیزی باشه یا تنها باشن دیگه مثلا اونا هم یه قسمت جدا دارن. درسته که خیلی ترشو کمتر بشن. خیلی ترشو با درست کردن اینجوری. هرچی هست که خیلی شیکه در دیواره چه قشنگ شیک درست کرد. من گوشتم شد. چی بود؟ کدوم؟ یه چیز سفید اینجا بود. من نه متوجه نشدم. پنیر خامن؟ پنیر باید باشه. نه اینا پنیر حالتهای پنیر مثل محلی شده. نه این کاسه جلاییه. کاسه جلاییه رو نمیدونم. اینو نمیدونم. خب اونا که مربا تخم مرغ و گوجه است و پنیر و زیتون. اونو نمیدونم. بچه ها بگید تو کامنت ها برای اون بنویسید. بگید خامه باشه. خامه های محلی شما اگه باشه. زده یو بحرانی ملمسر هم مخشما که دیر اغلی او دلتا خواهر خوری. لدوی سر با هم یا سو لنده خبری اتری ولرو. بنده خدا نشسته بوده داشته صابونه میخورد. نه نه، it's good to be here. I'm in Ziafat right now and I'm having some amazing food. Thank you for having me here. دیر امانه نه، جوانده او سی پختو دیم زده. او لک 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 او وقت دیو ار نه؟ My name is Miles. Good to meet you. بسم شده یه ممال. جوانده او سی که ده پاره را تو وای است چې د کوم هیواد څخه راغلی است یو دام سوز سوم زل د افغانستان تر راځي. I'm from England, from London. از لندن اومده، از انگلستان اومده که مثلا داخل خیلی توریستا میان داخل افغانستان جدیدن ها. درست. خیلی میاره. Last year I've always come to Ziafat. I've been to this restaurant about 30 times, more than any other restaurant, because I love the food, I love the people. And I love everything about it. It's affordable and it fills my stomach. It's a very good place to be. And I recommend it for every foreigner and every outsider coming to Afghanistan. It's a must. خیلی از مردم هستن که حداقل دوست دارن کشورهای دیگر هم ببینن. آره وقتی بس... امنیت تو کشور افغانستان باشه چرا که نره. بعد خیلی جالبه الان داره میگه من عاشق غذاهاشون هم عاشق مردم افغانستانم. اصلا میگه داره صحبت میکنه که اگه میخواید بیاید دقیقاً همین حرفو داره میزنه که بیاید داخل افغانستان. What do you say about Afghanistan? Oh, I like Afghanistan very much. I've been all around the world. My job means I travel a lot and I get to see every single country, but my favorite is Afghanistan because you've got the best people, you've got incredible food, you've got the comforts of the West, but the exoticness of a country. It's a beautiful country in both people and landscape. And you know what? اینه قشنگ داره تعریف کنه، میگه با بهترین کشور، با بهترین مردم و غذاها و اینا داره قشنگ داره توضیح میده دیگه. And for business. And thank you for having me in your country. میگه خیلی خوشحالم که اومدم به این کشور. خیلی جالبه. نگفتم دهنه تو ببه. الان تو دهنه باز دیدی از من؟ بریم. 3 2 1 نوشیدنی های طبیعی و مخلوط و چربت چی درست کرد؟ دقیقا نمیدونم من تا حالا نخوردم نمیدونم. نه آبی شد آخه رنگش. انرژیزا و آره اون که خیلی هم قشنگ با کلاس. اولین بار همچین چیزایی رو دارم میبینم خودم، چه برسه دیگه بخوام بدم اسمش چیه.
با صفایی هم هست. آره میگم فضای بیرونش خیلی با صفایی دیگه هست، یه جای قشنگ هم مثل مرکز شهریه دیگه، ترتمیز با کلاس بزور. شما باید بریم اینجا، اول اینجا که میریم باید بریم اینجا. همون خامه است فکر کنم، اون سفیدی که تو گفتی خامه است فکر کنم، خامه باشه که مثلا چیز باشه الان مشخص سره. ولی الان اینجا این قسمتشو نگاه کن ببین چند رقم نون گذاشتن سر سفره، همون همون روی میزشون. ببین اینا، اینی که بهت گفتم با نون و گوشت و اینا، غذای مختلف گوشتی بیم. خیلی با کلاس و قشنگه. این همه زرده یه اون از سمت بستنی هاشو نمیدونم جای دیگه یه دقیقه بمندن بستنی خوریه چه خشنگی در دیوارشو ببین، دقیقه اصلا در دیوارشو ببین دیگه، هیچی همه چی فراموشت میشه دیگه. روی شیشه ها چیه مربع نمیدونم. نه نه کدوم اینا رو میگی؟ نه این که دیدم گردو اینا رو؟ آره گردو اینا رو مخلوطشون میکنن دیگه رو بستنی و اینا دیگه، مثلا مجموع چیزی بدن مخلوط میکنن. حتی زردالو بعضی هم میزنن. من اولش متوجه نشدم چی ریخت داخلش، ولی الان میدونم تبدیل به بستنی شده. هم مواد خودشه فکر کنم که حالت خامشه دارم میریزم، نمیدونم یعنی بادوم و اینا. بادوم ها رو گفت گردو و بادوم معجونی شد دیگه برای خودش، برای خوشگل شد. آفیس باره پشتیبانی شه. بله سلام علیکم. سلام بفرمایید، رستوران ضیافت هست؟ درست است، ببرم کافی شه دیگه. باره پشتیبانی شو اینا کلاسه که همه شون با کت و شلوار میان. اصلا همچین چیزی باید همینجوری باشه واقعا. بخش یکی از بخش‌های رستوران ما، بخش کال سنتر رستوران ما است. دیگه ما تمام مهمانای ما که میخواین غذا در خانه آردر کنن در بخش کال سنتر ما تماس میگیره و اینجا توسط همکارای ما که همیشه و طور 24 ساعته آماده خدمت هستن آردر از اونها گرفتم. دیدی وقتی مثلا داخل ایران غذا سفارش میدی یه نفر اپراتور جواب میده دیگه، که مثلا غذا اگه خود چکنه اینجا 6 7 نفر 7 8 نفر واقعا نشستن دارن جواب میدن. خیلی قشنگه. آشپزخانه ما ارسال میشه و با زودترین فرصت بدل به منزل اونها ارسال میگردد. ما در اینجا با یک اسکرین کلان، یک بخش تریکر یا یک بخش LCD داریم که در اینجا آردرای ما که زمانی که از رستوران ما خارج میشه تا مو هر راننده یا هر امو دلیوری بای که میخواد غذا را بدل به منزل مشتری مهمانای ما انتقال بده توسط امین جو و توسط یکی از کارمندای خود ما تریک میشه یا امو فالو میشه تا آردر به شکل درستش و بتونه به یعنی حتی اگه ترافیکی باشه چیزی هم باشه توسط اینا دارن بررسی میشن که مثلا سریعتر فقط اون غذا رو برسونن دست چی؟ بعد از اینکه آردر ما از توسط کال سنتر ما گرفته شد دایرکت به شکل اتومات در آشپزخانه ما در اینجا در بخش سیستم ما میه و در اینجا با توسط پرنت آردر ما رو گرفتیم، همکار ما او آردر را در هر قسمت از آشپزخانه به بخش مربوطش تسلیم کرده تا آردر ما درست شد. چقدر ماها یعنی واقعا مجهزه.
نمیدونم ساندویچ یه چیزی رد باشه. ولی خیلی قشنگه انصافا با تمام تجهیزاتی که اصلا دارن پیش میبرن دیگه، میگم این بودشو دیگه تالم. ولی خیلی جالب بود که حتی بهشون هم میگن سریعتر چه مسیبی که سریعتر غذا برسه دستشون که راحتر باشن. خیلی مجهزه، خیلی عالی بود. یعنی همچین چیزی من واقعا تا حالا داخل ایران ندیدم، یعنی این سبکی کار بکنه. شاید بهترین جا پولداراش این سبکی باشه، ولی تا حالا ندیدم این سبکی. باز خیلی قشنگ خوشم برای خیلی مجهزتر. آره واقعا خیلی بروزتر. باز میگم بچه داخل انتهای ویدیو هم براتون دوتا دیگه رستورانی که داخل افغانستان هست و که با امکانات پیشرفته هست و براتون میذاریم، اونم حتما برید تماشا بکنید. مثل همیشه خیلی عشقید، تا ویدیو بعدی، فعلا.